ادامه مذاکرات برای پیگیری یک مطالبه ملی برای بهبود شرایط حمل و نقل بار و مسافر در کشور، این بار به میزبانی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان اصناف مرتبط، وزیر تعاون و نمایندگان مجلس، و این بار پیگیری موضوعات مرتبط با بیمه. با توجه به اختلافاتی که ما با سازمان هدفمندی در تامین اجتماعی داریم راجع به میزان حق بیمه و دریافتمون و اینکه تا حالا نگرفتیم، ولی به هیچ عنوان بیمه هیچ راننده‌ای قطع نخواهد شد. این مسائل داخلی ماست، در دولت داریم دنبال میکنیم. سازمان تامین اجتماعی حتی بیمه یک نفر رو هم قطع نخواهد کرد. تخصیص بدهی بیمه‌ای، اصلاح مقررات بازنشستگی رانندگان و تعدیل حق بیمه رانندگان مواد سوختی و شیمیایی از دیگر خبرهای خوبی بود که وزیر تعاون امروز اون رو اعلام کرد. نسبت به بیمه تکمیلی حدود 900 هزار نفر راننده ها و همسران اینا توسط منابع شرکت های حمل و نقل بار کشور تامین شده، قرارداد منعقد شده که از تاریخ اجرایی هستش. وزیر راه هم به خبر سیما گفت دغدغه رانندگان درباره سوخت با کمک وزارت نفت برطرف شده. در زمینه بحث سوخت هم چیزی که بحث شد یه محدودیت منطقه‌ای بود، منطقه‌ای لغو شد و از جهت پیمایش هم قرار شد که رانندگان عزیز هر چقدر که پیمایش داشتن متناسب با پیمایششون سوخت در اختیارشون قرار بگیرد. لاستیک هم دغدغه دیگر رانندگان بود که توزیع 38 هزار حلقه اون از امروز در 18 استان کشور آغاز شده. در حال توزیع از 25 هزار حلقه هم در ادامه اضافه خواهد شد و مطمئناً بازار رو به شرایط مناسبی خواهند رسوند. ای وریلر یخشده مستقیم راننده‌ن özüne verirler gide مستقیم الله قیمت مسببینن. روزی یک کامیون وارد عراق میشه، هر کامیون هم 80 حلقه لاستیک میشه، منتها سایزهای مختلف. قیمت لاستیک به قیمت سال 95 ش داره فروخته میشه و به قیمت مسبب مصرف کننده است. کارخانجات ما در حال تولید هستن، هر روز دارن تولید میکنن و تعهدی که نسبت به وزارت راه و وزارت صنعت و به جامعه دارن اونو ادا خواهند کرد و مطمئناً برای این 18 پایانه به محض اینکه کالایی که در داخل اون هست تمام بشه مجدداً کالا ارسال خواهد شد. گرچه این روزها تلاش شده مطالبات به حق رانندگان پاسخ داده بشه، اما واقعیت اینه که این مطالبات یک روزه و یک ماه ایجاد نشدن و حل برخی از اونها هم نیاز به صبر رانندگان و هم سرعت عمل مسئولان و قانونگذاران داره. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.